سلام بینندگان عزیز، حالتون چطوره؟ به کانال تاپ 5 فارسی در یوتیوب خوش اومدید. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و از ویدیوهای بعدی ما هم بازدید کنید. تو این ویدیو مواد غذایی که مصرفشون به صورت ناشتا میتونه کاهش وزن شما رو سرعت ببخشه اشاره کردیم. پس همراه ما باشید. اوتمیل با آب. شما میتونید معجون اوتمیل با آب رو به سادگی و هرچه تمامتر درست کنید. کافیه چند قاشق از اوتمیل رو در ظرفی بریزید و سه برابر اون آب اضافه کنید. این نوشیدنی سرشار از فیبره که معده شما رو سریع پر میکنه و از احساس گرسنگی در دراز مدت جلوگیری میکنه. مواد غذایی حاوی فیبر چربی هایی که به دیواره روده شما چسبیده کنار میزنن و راه رو برای جذب مواد غذایی ضروری و مورد نیاز باز میکنن. علاوه بر اون عمل هضم غذا رو نیز بهبود میبخشن. آلوه ورا با آب لیمو. برگ از آلوورا رو بردارید، پوست رویش رو بکنید به طوری که ژل داخلش مشخص باشه. ژل اون رو با قاشق جدا کنید و اون رو در ظرفی بریزید. یه لیمو بردارید و آب اون رو بگیرید و بعد اون رو با یه لیوان آب و ژلی که از برگ آلوورا جدا شده مخلوط کنید. برای اینکه ژل را حل بشه کمی بهش گرما بدید، چوله گاز روی متوسط باشه و منتظر بمونید تا مخلوط یک دست بشه. از آنکه معجون شما آماده و ولرم شد، اون رو ناشتا بنوشید. مخلوط این دو ماده روند هضم رو آسون میکنه و آب اضافی بدن رو از بین میبره که در نهایت به کاهش وزن ختم میشه. سیب. خوردن سیب با شکم خالی باعث کاهش وزن میشه. دلیلش هم واضحه. سیب حاوی مقدار زیادی فیبره، فیبر شامل پکتینه. پکتین به عنوان فیبر طبیعی باعث افزایش دفع مواد زائد از روده و در نتیجه کاهش خطر ابتلا به بیماری های مرتبط با دستگاه گوارش میشه و نیز به علت پیوند با چربی ها و دفع اونها موجب کاهش بیماری های قلبی عروقی و در نتیجه کاهش وزن میشه. بادام. یکی از ترفندهای رایج سلامتی در هند خوردن یه مشت بادام در صبحه. این عادت سلامتی نه تنها قدرت و عملکرد ذهن ما رو بالا میبره، بلکه طبق تحقیق به کاهش وزن نیز کمک میکنه. نکته‌ای که در مورد بادام باید بدونید اینه که پوست بادام حاوی تاننه، ماده‌ای که مانع از جذب مواد غذایی در بدن میشه. از این رو پیشنهاد میکنید که بادوم ها رو شب در یه لیوان آب بریزید و صبح پوستش رو به راحتی بکنید و بعد مصرف کنید. نان جو. نان سفید از آرد تصفیه شده درست شده که نه تنها سالم و مغذی نیست، بلکه فیبر کمی هم داره، در حالی که نان جو سرشار از فیبر و فاقد چربی های اشباع شده است. برای صبحونه از نان جو استفاده کنید تا زمان نهار احساس گرسنگی نکنید. هندوانه. هندوانه حاوی 92% آبه، باقی اون رو قند طبیعی و فیبرهای محلول تشکیل میدن. به همین دلیله که مصرف این میوه به صورت ناشتا به کاهش وزن کمک میکنه. خوردن این میوه که سرشار از آبه به صورتی عمل میکنه که شما احساس سیری میکنید و همچنین اشتهای کمتری برای خوردن غذا پیدا میکنید. چای سبز. اگه شما عادت دارید که با شکم خالی در صبح یه لیوان چای سبز بنوشید، خیلی سریع وزن کم میکنید. این نوشیدنی شامل کاتچین و کافئینه که سیستم متابولیسم بدن رو بالا میبره و موجب چربی سوزی میشه و اشتهای شما رو کاهش میده. تخم مرغ.
صبحانه تخم مرغ بخورید، اما چرا؟ پروتئین موجود در تخم مرغ در معده شما به آهستگی هضم میشه، بنابراین شما مدت زیادی سیر هستید. افرادی که 2 تا تخم مرغ برای صبحونه مصرف میکنن 65% بیشتر از اونهایی که به جای تخم مرغ 1 عدد نان شیرمال میخورن لاغر شدن. آب لیمو. نوشیدن آب لیمو به صورت ناشتا خواص زیادی داره. اول از همه این که لیمو سرشار از ویتامین سیه که عملکرد سیستم ایمنی بدن رو بالا میبره. از این رو با نوشیدن آب لیمو کمتر دچار بیماری میشید. دوم، مصرف این نوشیدنی بدون هیچ گونه افزودنی مثل نمک یا شکر یکی از بهترین روش های سمزدایی بدن به خصوص برای کبده. این نوشیدنی عملکرد هضم رو بهبود میبخشه که در کل برای کاهش وزن گزینه مناسبی محسوب میشه. البته یادتون باشه از اونجایی که این نوشیدنی حاوی اسید سیتریکه میتونه به دندونهای شما آسیب بزنه. از این رو پیشنهاد میشه که بعد از نوشیدن اون دهانتون رو با آب بشورید. اگه هم دچار ناراحتی معده یا رفلاکس معده هستید، بهتره که دور این روش رو خط بکشید، چون بر مشکلات معدتون مشکل دیگه‌ای افزوده میشه.